سلام و صد سلام، امیدوارم که شاد و خوش و خرم باشین. پریسا با جلانم و تو این قسمت میخوایم بریم که وایت بالانس عکسامون رو با استفاده از این کاغذا تعیین بکنیم. ماجرا از چه قراره؟ قبل از اینکه بگم ماجرا از چه قراره، بگم اصلا ما کجاییم. تقریبا نزدیک 10-12 روزه که ما در جستجوی یک آسمان تاریک بدون ابریم که از انار و مزرعه های انار عکس بگیریم. ما تو استان یزد به سر میبریم. اولا اینکه پیدا نمی‌کردیم مزرعه اناری که دور از آلودگی نوری باشه، بعدش هم اینکه یه چند شای بارون بود. خلاصه بالاخره بهش رسیدیم و من الان هم خیلی هیجان زدم هم خیلی خستم، چون چند ساعتی که داریم عکاسی می‌کنیم. ولی این نکته به نظرم جذاب بود، گفتم با هم دیگه یه ویدیو راجبش داشته باشیم. توی قسمت‌هایی که ما عکسای آسمان شب با هم دیگه ادیتش کردیم، دیدین که ما چطور وایت بالانس عکسای آسمان شب رو تعیینش میکنیم. اگر ندیدین لینکش رو هم براتون این بالا میذارم هم پایین، بریم ببینید اون عکسا رو. معمولا سعی میکنیم که یه بخشی از آسمون رو که مطمئنیم خاکستریه به عنوان مرجع بگیریم و اون رو به عنوان مرجع خاکستریمون تعیین کنیم و وایت بالانس عکسمون رو مشخص بکنیم. ولی یه وقتایی هست نمیشه. چرا نمیشه؟ مثلا اینکه آسمونمون پر از آلودگی نوریه و قسمت خاکستری نداره، همش زرده، یا هوا تاب داریم سبزه، و یا هر چیز دیگه، یا اصلا شفق داریم و ما نمیتونیم یک نقطه خاکستری توی آسمون پیدا کنیم، یا ماه داریم، وقتی ماه داریم آسمون خاکستری نیست، آبی یا سرمه‌ایه. گفتیم که برای مواقعی که اینجوریه و ما مرجعی خاکستری توی آسمون نداریم، بیایم از کاغذهای خاکستری یا سفید یا مشکی، یعنی کاغذی که رنگی توش نداشته باشه، استفاده کنیم. البته یک پنلی، یعنی یک پدی مخصوص این کار هست که بهش میگن خاکستری 18%. من اونو ندارم، همینجوری خودم از خونه مقوای سفید و مشکی و خاکستری و توسی و اینا آوردم که با اینها امتحان بکنم. الان میریم با هم دیگه از آسمان شب یک عکس میگیریم و این کاغذها رو هم یک جا رو زمین یا حالا به یه دیوار یک جای تکیه میدیم، توی کادرمون میذاریم بمونه. بعد که عکس رو گرفتیم با هم دیگه میریم پای کامپیوتر توی فتوشاپ نگاه میکنیم ببینیم که اگه از این کاغذها مرجع خاکستری رو برداریم وایت بالانسمون چجوری میشه، اگه از آسمون برداریم چجوری میشه، و اگر این روش جواب بده ما میتونیم همیشه توی سفرمون یک کاغذ بیرنگ حالا توی طیف خاکستری تا سفید داشته باشیم و جاهایی که آسمون رو خاکستری نبود مرجع رنگمون رو برای وایت بالانس از اینا بگیریم. بریم عکسمون رو بگیریم. البته به شرطی که رطوبت بذاره. شاید باورتون نشه، آدم تصورش از استان یزد اینه که باید یک جای خشکی باشه دیگه. چند روزه که چند شبانه روزی که داره بارون میاد و به شدت رطوبت منطقه رفته بالا. ما هم همش لنز و دوربین و همه چیمون داره رطوبت میگیره. همه تلاشمون رو میکنیم که برای این عکس رو بگیریم. میخوایم الان با استفاده از کاغذ وایت بالانسمون رو تعیین بکنیم. این درخت رو نگاه بکنید. فرض کنید که سوژه ما این درخت است. خب من تو خونه یه مقوای مشکی داشتم، یه سفید داشتم و اون یکی جعبه پیتزا. همینجوری اینا رو برای تست گذاشتم، وگرنه یک سفید درست حسابی احتمالاً جواب میده. فرض کنید که منظره ما همین درخت پسته است و پشتش هم جباره. الان یه کات بستم، اینا رو هم چیدم روی درخت، یه عکس گرفتم. فقط باید نورپردازیمون دقیقا همون نورپردازی باشه که واقعا میخوایم عکس رو بگیریم. حالا بعد از اینکه تست وایت بالانسم رو گرفتم، این کاغذها رو برمیدارم و اون کادر اصلیم رو تکرارش میکنم و بعد میتونم وایت بالانس رو از این عکس بخونم، مقدارش رو روی اون یکی عکسم اعمال بکنم. یعنی اگر من توی یک عکس یک بار یک کاغذ تست وایت بالانس بذارم، تا جایی که من توی یک نور و یک محیط مشابه دارم عکاسی میکنم، از اون عکس میتونم استفاده بکنم. تست رو گرفتم، حالا این کاغذ رو از روی این درخت جمع میکنم و اون عکس و کادر اصلی من با همین درخت و جبار پشتش میگیرم. بعدش هم با هم دیگه میریم پشت کامپیوتر، فتوشاپ رو باز میکنیم، سعی میکنیم که از این کاغذها سمپل بگیریم، یه بارم از آسمون سمپل بگیریم، ببینیم وایت بالانس چی میشه. من الان از قصدی رو به آلودگی نوری کادر بستم که آسمونم یک تن زردی داشته باشه تا برای درست کردن وایت بالانسش با چالش مواجه شم، یعنی آسمون خاکستری نداشته باشم، تا بعد بتونم از این کاغذها استفاده بکنم و ببینم جواب میده یا جواب نمیده. یه روش دیگه هم برای تعیین وایت بالانس داریم، اونم اینه که یک بخشی از آسمون که مطمئنیم هوا تاب نداره، آلودگی نوری نداره، شفق نداره، فلق نداره، نور ماه نیست، یعنی مطمئنیم که خاکستریه، یک عکس از اون بگیریم ولی فقط آسمون تو کادر باشه. یعنی مثلا نوک درخت تو کادر نباشه، مثلا یک بنای تاریخی کاروانسرای تو کادر نباشه، و بعد اونو توی قسمت کاستوم وایت بالانس دوربین به عنوان مرجع بدیم و یعنی همون شب توی خود محیط ما وایت بالانس رو تعیین بکنیم. و بعدن که برگشتیم فتوشاپ
خواستیم ادیت بکنیم با کامپیوتر، حالا فتوشاپ، لایت روم، با هر نرم افزاری که ادیت میکنید، یه مقدار اصلاح باز هم ممکنه احتیاج داشته باشه، ولی اصلاح کمتری احتیاج داره. حالا الان این کار ما میتونیم بکنیم. من از این قسمت آسمان که این طرف روستا دیگه به سمت بیابونه و آلودگی نوری نیست، تقریبا نمیتونم بگم دقیقا ولی تقریبا نیست، دوربین رو ببرم به سمت آسمون و یه کادری ببندم که فقط آسمون باشه، کاملا سمت سرسو. هواتاب هم من امشب ندیدم تویش کدوم از عکس ها نداریم، حداقل هواتاب پرنوری که دیده بشه نداریم. عکس میگیرم و اون رو به عنوان کاستوم وایت بالانس میدم و امشب دیگه من هرچی عکس میگیرم با همین روش خود دوربین یک وایت بالانسی روش اعمال میکنه. این عکسایی که تا الان گرفتیم که تست بکنیم وایت بالانس رو، من فکر میکنم همه رو گذاشتم روی کلوین و یک عددی بهش دادم، چون که بعدا توی فتوشاپ میخوام تعیین بکنم وایت بالانس رو، خیلی سخت نمیگیرم همون شب چون تو ادیت تغییرش میدم، ولی خلاصه این روشم هست. اینم میگیریم و با هم دیگه اینم امتحان میکنیم و میبینیم. فرض کن الان اون عکس رو از سرسو گرفتیم، بعد وارد منوهای دوربین که میشیم، حالا ممکنه برند دوربینتون اگه متفاوت باشه این منوهای زیر جاش فرق بکنه، میایم توی قسمت وایت بالانس و این رو میذاریم روی کاستوم، ببینید اونجا الان نوشته کاستوم، و بعد میایم روی کاستوم وایت بالانس، عکسامو رو نگاه میکنیم، همون عکسی که به این منظور گرفتیم، یعنی اون عکسی که صرفا فقط آسمان توشه، الان هیچ کدوم از اینا برای این منظور نیستن و نمیشه باشن، قرار بود ما هم توی آسمون نباشه، اون رو به عنوان عکس مرجعمون ستش میکنیم و به دوربین میدیمش. حالا بیاییم بریم پای کامپیوتر عکسایی که با هم زیر آسمان شب برای تعیین و مفهوم و درک بهتر وایت بالانس گرفتیم رو توی لایت روم بازش بکنیم و شروع بکنیم از جاهای مختلف سمپل وایت بالانس بگیریم ببینیم که چطور میشه. وایت بالانس چرا توی عکاسی آسمان شب کلن توی عکاسی مهمه؟ برای اینکه کمکمون میکنه که ما رنگ‌های واقعی‌تری داشته باشیم و از اون مهمتر، مثلا دوربین‌های عکاسی آسمان شب رو که ما مودیفایش میکنیم، خب کلن توناژ رنگی رو تغییرش میده و ما باید اونها رو توی ادیت به رنگ واقعی تبدیل بکنیم. برای همین درک عمیق مفهوم وایت بالانس خیلی مهمه. اگر نمیدونید مودیفای کردن یعنی چی، دو تا اپیزود راجبش داشتیم، لینکش رو براتون همینجا هم پایین میذارم، حتما برید ببینیدش. خب بیاین سراغ یکی از عکسایی که با هم دیگه گرفتیم. من اینجا قطره چکون سمپل وایت بالانس رو برش می‌دارم. اگر که با این گزینه‌ها و منوها و کلاً ادیت عکسای آسمان شب آشنا نیستین، دو تا اپیزود قبلا راجع به ادیت داشتیم. یه دونه توی کامرا ریزر، یه دونه توی لایت روم. اونا رو هم ببینید اگر دیدیم یه مقدار مباحث براتون نامشخص و نامفهومه. من اینجا یک عکسی گرفتم به سمت آلودگی نوری و رنگ واقعی نیست، داریم میبینی یه تون بنفش آبی داره. خب من نباید این درخت اینجوری بنفش آبی ببینم، آسمون رو نباید بنفش ببینم، آسمون بنفش نیست توی شب که اصلا، و من میخوام این رنگ رو اصلاحش بکنم. خب یه راهش اینه که خودم با این عددا بازی بکنم و اینها رو انقدر بالا پایین بکنم تا به اون رنگ که واقعی که به نظر خودم هست برسم، ولی آدم همیشه نمیتونه به چشمش اعتماد بکنه، ممکنه که خب خیلی دقیق نباشه. برای همین یه روش‌هایی هستش که آدم حداقل به اون حدودش نزدیک بشه و بعد سعی بکنه که با این در حقیقت عددها بازی بکنه و به نتیجه قابل قبول تری برسه. قبل از هر چیز یادتون باشه که دیدن عکس‌های خوب و زیاد خیلی میتونه شما رو کمک بکنه. نه از هر عکاسی، چون که بعضی از عکاس‌ها به خاطر سبک هنریشون رنگ‌هاشون رو اصلاً واقعی در نمیارن، یه ادیت منحصر به فرد و مخصوص خودشون دارن. نمیگم اون بده ها، ولی قبل از اینکه شما شیفت پیدا کنید به سمت یک ادیت هنری، باید اول واقعیت رو بشناسید تا حالا اون رو متناسب با خواست خودتون بتونید تغییرش بدید. عکاس‌هایی رو دنبال بکنید که کلاً کارشون عکاسی مستنده، یعنی اینکه عکس‌هاشون واقعی هستن و به واقعیت نزدیک‌ترن. اونها رو دنبال بکنید و تو عکس‌های اونها رنگ واقعی مناظر در شب رو می‌بینید و چشمتون به دیدن رنگ واقعی عادت می‌کنه تا موقعی ادیت بدونید چی واقعیه، چی از کجا به بعد دیگه سلیقه است و کار هنری و آرتیستیه. من این قطره چکون رو برمی‌دارم. بر فرض اینکه آسمون من خاکستریه، روی آسمون کلیک میکنم، ولی من میدونم اون شب آسمون خاکستری نبود،
به خاطر اینکه یک چراغ‌های اینجا روشن بود، دو سه تا LED خیلی آبی رنگی روشن بود، اینجا یک روستاییه و خب همون نورای زرد معمولی و ترکیب اون زرد و اون LED های رنگ عجیب غریبی به آسمون میداد که من وقتی که به در حقیقت قطره چکون میگم که اینجا خاکستریه واقعی نیست، چون اینجاها واقعا خاکستری نبود. این حاله های سفیدی که شما داره میبینید آلودگی نوری بود که یک رنگ دیگری داشت. اگر یک بخشی از آسمون بود که هیچ گونه آلودگی نوری، نور ماهی، نور شفقی، نور هواتابی چیزی توش نبود، اون وقت میتونستم از آسمون به عنوان سمپل وایت بالانسش استفاده بکنم. میام سراغ این کاغذ سفیدی که اینجا گذاشتم و بهش میگم که آقا جون کامپیوتر محترم اون خاکستریه. اون خاکستریه یعنی چی؟ یعنی این که اینجا این سه تا عددی که اینجا میاد رو وقتی قطره چکون روی کاغذه نگاه بکنید، الان گفته که رد 36، گرین 36، بلو 36. وقتی این سه تا عدد با هم برابر باشن یعنی این که اون پیکسل خاکستریه. و خب من یک پیکسل از این کاغذ سفید رو انتخاب کردم و گفتم که این برای من خاکستریه. ببینید وقتی من گفتم این کاغذ خاکستریه که خب واقعا کاغذ خاکستری بود، یک کاغذ سفید بود، از خاکستری منظورمون رنگ نداشتنه. حالا میتونه سفید باشه، میتونه مشکی باشه، میتونه توسی باشه. ببینید یک تونه انگار زرد و سبزی به آسمون داد. وقتی میگم آسمون خاکستریه، ببینید آسمون رو خاکستری میکنه. وقتی میگم این خاکستریه، کاغذ رو خاکستری میکنه و رنگ آسمون تغییر میکنه. این واقعی تر بود، میگم به خاطر اون چراغ‌هایی که روشن بود آسمون توی اون بخش از آسمون یک رنگی گرفته بود و دیگه خاکستری نبود. من 3-4 تا کاغذ دیگه گذاشتم با تونای مختلف که ببینیم چه اتفاقی میفته اگر ما رنگ رو از جایی بگیریم که دقیقاً خاکستری نباشه. مثلا این کاغذ یک جعبه پیتزا بود و خب توش یک کرم رنگی داشت، یک رنگ گرمی داشت و من وقتی که به نرم افزار میگم که این خاکستریه، برای اینکه اینو خاکستری کنه باید به کل عکس یک سردی بده و آسمون من در صورتی که تون زردی باید داشته باشه به خاطر آلودگی نوری، ولی دیگه الان اون تونه رو نداره. چرا؟ چون من یک چیز کرمی رو بهش گفتم خاکستری. یا مثلا اینجا اینم یک کاغذی بود که توسی کامل نبود. من 3-4 تا مقوا نزدیک به هم توی رنگای خاکستری گرم و خاکستری سرد و کاملا خاکستری و سیاه و سفید و اینا آوردم که امتحان بکنیم. اینم یک مقوای تقریبا مشکی بود. ببینید اینی که مشکی بود و اینی که سفید بود تقریبا اون تونالیته گرمی رو داره به آسمون میده. حالا باز هم یه مقدار فرق میکنه، این یه خورده میره به سمت سبزی، یه خورده میره به سمت زردی. باید ببینیم که این دوتا کدومشون واقعا خاکستری بودن که به کدومشون بتونیم بیشتر اعتماد بکنیم. ولی بازم این همه ماجرا نیستا. به عنوان مثال اگر الان اینجا توی آسمون پر از شفق قطبی بود، پر از آرورا بود، آروراهای خیلی پررنگ و پرنور سبز رنگی که زمین رو هم سبز کرده بود، به این کاغذها هم نور سبز میتابید و من نمیتونستم بگم این کاغذها سفیدن چون دیگه سفید نبودن، سبز بودن. یعنی چی؟ بیاین یک نمونه ای رو اینجا ببینیم. من اینجا یک نوری تابوندم به این درخت انار، برات آسمون ابری و پشت این ابر میبینید ستاره نیست، و یک کاغذ رو گرفتیم دستمون. من به این قطره شکون میگم که آقا جون این کاغذ من سفیده، واقعا سفیده ها، ولی چون روش نور زرد تابیده شده دیگه سفید نیست، زرده. و وقتی بهش میگم این خاکستری منه، برای اینکه اینو خاکستری کنه به عکس یک توناژ آبی خیلی زیادی میده، در صورتی که الان آسمون دیگه واقعی نیست. توی اون حالت قبل که کاغذ زرد بود آسمون واقعی بود، ولی وقتی بهش گفتم کاغذ من سفیده دیگه آسمون واقعی نبود. میخوام بگم که نور محیطی هم که داره روی سوژه هاتون میتابه مهمه و اون باعث میشه که شما نتونید از این سمپلا برای رسیدن به رنگ درست آسمون استفاده بکنید. حتی ممکنه شما نوری نتابید روش، ولی برای من پیش اومده مثلا توی جنگل دارم عکاسی میکنم و همون باستاب سبزی که زیاد بودن درخت‌ها و برگ‌های سبز داره میده، سوژه ها رو روی زمین یک توناژ سبزی بهشون میده و دیگه اون رنگی که در نور کاملا سفید دارن و ندارن، انگار یک نور سبز خیلی ملایمی داری بهشون تابیده میشه. یکی دوتا عکس هم ببینید. اگه یادتون باشه توی ویدیو چند دقیقه به هم گفتیم که میتونیم یک عکسی از سرسوی آسمون بگیریم از یک جایی از آسمون که مطمئنیم خاکستریه، توی کاستوم وایت بالانس به دوربین بگیم که دوربین این خاکستری منه و خودش از اونجا به بعد
دیگه رنگا رو بر اساس اون سمپلی که شما بهش دادین میچینه. این عکس اوله، ببینید یه توناژ سبزی داره. وقتی به دوربین گفتم این خاکستریه، عکس بعدی که گرفتم به اینو داد، دیگه فهمید که خاکستری چیه و یه مقدار رنگ‌ها طبیعی تر شد. حالا من از کجا مطمئن بودم این قسمت آسمون خاکستریه و اینو میتونم به عنوان سمپل بهش بدم؟ از اونجایی که اون شب شفق هوا تاب نبود، ماه نبود، آلودگی نوری تو این بخش آسمون نبود و من با یک تقریب خوب میتونستم بگم که این قسمت آسمون واقعا خاکستری. حالا آیا واقعا اینقدر سختگیری توی تعیین رنگ درست وایت بالانس لازمه؟ به نظر من شناخت اولیش کاملا لازمه، همونطور که چند دقیقه پیش گفتیم، تا بعدا بر اساس اون تصمیم بگیریم که ما چی میخوایم از عکسامون در بیاریم. خود من تا به الان که سلیقه بیشتر رو به این بوده که سعی کنم رنگ ها رو طبیعی تر درش بیارم، برای همین باید رنگ طبیعی رو بشناسم و بتونم توی ادیت درش بیارم. امیدوارم که این ویدیو برای درک بهتر مفهوم وایت بالانس به دردتون خورده باشه و خیلی ممنونم که تا به اینجای کار با ما بودیم. توی قسمت بعد ببینمتون. خدا حافظ.